خب تو این قسمت مسائل انحلال پذیری رو براتون توضیح میدم و با چند تا مثال متنوع این قسمت رو کاملا شما متوجه میشید. انحلال پذیری که با اس نشون میدیم، دو تا تعریف ازش داریم. تعریف اول، بیشترین مقدار از یک حل شونده را که در دمای معین در 100 گرم حلال یعنی آب حل می شود انحلال پذیری آن ماده می نامند. تعریف دوم، مقداری از یک حل شونده که در دمای معین با 100 گرم حلال یعنی آب محلول سیر شده بدهد را انحلال پذیری آن ماده می نامند. خب دقت کنید بچه ها، این دوتا تعریف داره میگه انحلال پذیری برابر میشه با مقداری از ماده بر حسب گرم که توی 100 گرم آب حل شده و محلول سیر شده داده، یعنی بیشترین حدی از اون ماده که حل میشه و بیشتر از اون حل نمیشه. مثال میزنم، مثلا اگه به شما بگه انحلال پذیری یک ماده هست 20 گرم، شما متوجه میشید 20 گرم از اون ماده حل شونده توی 100 گرم آب میتونه حل بشه و دیگه بیشتر از اون حل نمیشه. پس محلولی که میده محلول سیر شده خواهد بود، یعنی با حل کردن 20 گرم توی 100 گرم آب محلول سیر شده خواهیم داشت. خب یکای انحلال پذیری به صورت گرم حل شونده در 100 گرم آب بیان میشود. پس یکای انحلال پذیری بچه ها میشه گرم در 100 گرم آب، منظور گرم حل شونده در 100 گرم آب. باز یه مثال میزنم، مثلا اگه بگه انحلال پذیری ماده 50، یعنی چی؟ یعنی 50 گرم از اون ماده حل میشه توی 100 گرم آب و دیگه بیشتر از اون حل نمیشه، یعنی بیشتر مقداری که میتونه حل بشه 50 گرمه توی 100 گرم آب. خب حالا با مثال های مختلف این قسمت رو شما کاملا میتونید متوجه بشید. مثال اول، اگر از 28.5 گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات در دمای معین پس از تبخیر کامل 3.5 گرم نمک خشک به دست آید، انحلال پذیری نمک در این دما کدام است؟ خب ببینید تو این سوال 28.5 گرم محلول سیر شده داره. محلول یعنی جمع حلال یعنی آب و حل شونده. حالا حل شونده شما که نمک باشه 3.5 گرمه. خب حالا 28.5 و منهای 3.5 میکنم میشه 25 گرم آب. پس این 28.5 گرم محلول سیر شده من اجزای تشکیل دهندهش چی بوده؟ 25 گرم آب یعنی حلال داشته و 3.5 گرم هم کائن اوسه توش حل شده بود. حالا برای تناسب میبندم، توی 25 گرم آب گرم کائن اوسه چنده؟ 3.5 گرم داشتیم اینو، 3.5 گرم کائن اوسه حل شده توی 25 گرم آب. حالا ببینید برای انحلال پذیری من باید حساب کنم توی 100 گرم آب چند گرم کائن اوسه حل شده. این x به دست میاد 14 گرم کائن اوسه. این عدد 14 گرم کائن اوسه، گرم کائن اوسه که توی 100 گرم آب حل شده و انحلال پذیری این نمک رو نشون میده. حالا روش کسر تبدیل، ببینید x گرم کائن اوسه رو من میخوام به دست بیارم، از چی؟ حساب کنم توی 100 گرم آب چقدر کائن اوسه وجود داره. این در حقیقت انحلال پذیری رو به من میده. پس 100 گرم آب هاش دو رو مینویسم، ضرب داره خط کسری پایین گرم آب رو مینویسم، بالا گرم حل شونده که اون کائن اوسه بوده رو قرار میدم. بله توی 25 گرم آب حساب کرده بودم 3.5 گرم کائن اوسه داشتم، با این ضرب 14 گرم کائن اوسه به دست میاد، چون این 14 گرم کائن اوسه توی 100 گرم آب بوده انحلال پذیری رو بهم میده. خب با یه مثال دیگه، اگر انحلال پذیری پتاسیم کلرات در دمای معین برابر 20 گرم باشد، در 30 گرم محلول سیر شده پتاسیم کلرات در این دما چند گرم از پتاسیم کلرات وجود دارد؟ خب با توجه به تعریف انحلال پذیری 20 گرم کالسیم اوسه در 100 گرم آب حل شده است و بنابراین جرم محلول سیر شده آن برابر 120 گرم است. دقت کنید، گفتم اینو توی تعریف انحلال پذیری، اگه انحلال پذیری 20 یعنی 20 گرم توی 100 گرم آب حل شده، پس محلول شما میشه 120 گرم. پس جرم محلول مساوی میشه با جرم حل شونده و جرم آب. آب بوده 100 گرم، جرم حل شونده 20 بوده، به دست میاد 120 گرم. حالا میام تناسب میبندم،
برای حل این سوال گرم محلول سیر شده رو با گرم کاسیلوسه. چرا گرم محلول گذاشتم؟ چون خود سوال جرم محلول به من داده 120 گرم تو اون داشتم. حالا اگه 120 گرم محلول سیر شده دارم چقدرش کاسیلوس است؟ درسته 20 گرم. یه بار دیگه میگم اگه 120 گرم محلول باشه 20 گرمش اون نمک یعنی کاسیلوسه و 100 تای دیگه‌اش آب بوده. پس 120 گرم محلول 20 گرم کاسیلوسه داره. حالا اگه محلول شما بچه‌ها 30 گرم باشه که سوال از من پرسیده بود چند گرم کاسیلوسه خواهد داشت؟ این عدد به دست میاد 5 گرم. و اما اگه اینو بخوام با روش کسر تبدیل حل کنم، خب 30 گرم محلول سیر شده رو از من داره میپرسه که چند گرم هر شونده توشه. 30 گرم محلول سیر شده رو مینویسم، ضرب داره گرم محلول سیر شده پایین، بالا گرم هر شونده که همون کاسیلوسه باشه چنده. 120 گرم محلول گفتیم 120 گرم محلول 20 گرم کاسیلوسه داره، با این ضرب به دست میاد 5 گرم کاسیلوسه. خب یه سوال معروفی که بارها توی کنکور مطرح شده از روی نمودار انحلال پذیری، اینو کاملا براتون توضیح میدم، روی این سوال دقت بیشتری داشته باشید. با توجه به نمودار داده شده، اگر 60 گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات KNO3 در دمای 40 درجه سانتیگراد را تا دمای 20 درجه سانتیگراد سرد کنیم، چند گرم از این نمک از محلول خارج و به صورت بلور جدا می شود؟ خب دو تا دما داریم بچه ها، دمای 40 و دمای 20. من میام انحلال پذیری رو تو این دماها به دست میارم. خب دمای 20 انحلال پذیری به دست میاد 20 گرم برای ماده من که KNO3 بوده. دمای 40 انحلال پذیری به دست میاد 50 گرم که برای ماده KNO3 است. حالا انحلال پذیری که دارم طبق تعریفی که از قبل گفتیم توی 100 گرمه، یعنی 20 گرم حل میشه توی 100 گرم آب و در دمای 40 50 گرم حل میشه توی 100 گرم آب. پس اینو که توضیح دادم یه بار میخونیم، با توجه به نمودار داده شده انحلال پذیری KNO3 در دماهای 40 درجه سانتیگراد و 20 درجه سانتیگراد به ترتیب برابر 50 گرم و 20 گرم در 100 گرم آب است. پس 40 درجه سانتیگراد بچه‌ها جرم محلول سیر شده چند میشه؟ میشه 50 به علاوه 100 یعنی 150 گرم. چرا؟ چون در دمای 40 انحلال پذیری که 50 شده یعنی 50 گرم حل میشه توی 100 گرم آب، پس محلول میشه 150 گرم. و اما دمای 20 جرم محلول سیر شده چند میشه؟ انحلال پذیری به دست میاد 20 یعنی 20 گرم حل میشه توی 100 گرم آب، پس محلول شما میشه 120 گرم. حالا اگه شما این محلول رو سرد کنی یعنی از دمای 40 برسونی دمای 20، خب انحلال پذیری که 150 بوده این 150 گرم حل میشد، حالا 120 گرم حل شده، پس 30 گرم ماده حل نمیشه و این ماده رسوب میکنه. پس چی فهمیدم؟ اگه 150 گرم محلول رو سرد کنم بچه‌ها 30 گرم رسوب به من میده. از این استفاده میکنم، تناسب میبندم. به چه شکلی؟ گرم محلول سیر شده گرم رسوب. فهمیدم الان 150 گرم محلول 30 گرم رسوب داده. سوال از من پرسیده بود 60 گرم محلول چند گرم رسوب میده؟ x رو حساب میکنیم 12 گرم رسوب. و اما اگه بخوام اینو با کسر تبدیل حل کنم، سوال از من پرسید 60 گرم محلول سیر شده چند گرم رسوب میده؟ 60 گرم محلول سیر شده رو می نویسن، ضرب داره گرم محلول سیر شده پایین، بالا گرم رسوب از من پرسید. و با حل مسئله من متوجه شده بودم که 150 گرم محلول 30 گرم رسوب داده. اینو اینجا می نویسم که 150 گرم محلول 30 گرم رسوب میده و با این ضرب به دست میاد 12 گرم رسوب.